خانم عباسلی، اگر ممکنه از افتخارات ورزشیتون در رقابت‌های داخلی و بین‌المللی برام بگید. انقدر که گفتم یا الان خیلی وقت مصاحبه نداشتم، یکمی فراموش، البته فراموشم نشده. از تاریخی که میخوام بگم میگم، ما از سال 2010 ورودی این گرفتیم، مجوز حجاب بهمون دادن که تو مسابقات رسمی شرکت کنیم. مسابقات رسمی قهرمانی آسیا بود، اول اجازه اینو دادن. سال 2010 به عنوان تو رده سنی زیر 21 ساله رفتم، برنز رو گرفتم. از سال 2011، یعنی من وقتی وارد اردوی تیم ملی شدم، توی با توجه به اینکه شرایط سنیم پایین بود، مثلا 17 سالم بود، ولی چون رده سنی نوجوانان جوانان نداشتیم برای اعزام به مسابقات، تو همون رده سنی بزرگ سالان شروع کردم به رقابت کردم. و خب برای اولین بار که میخواستم بهمون مجوز بدن، از سن زیر 21 سال مجوز رو دادن که اول با جوانان شروع کنم، بعد از اون مجوز رو بدم به بزرگ سالان، که من سنم میخورد که تون رده شرکت کنم. رفتی مسابقات هنگ کنگ برونز گرفتم، بعد از اون دیگه اولین بار بود که مسابقات بازی های آسیایی گوانجا بود که تیم کارته خانوم ها وارد می شد. خب قبل از اون پس آقایونمون وارد رقابت ها بودن دیگه، و اینکه مشکل خانوم ها بودن که نمیتونستن با حجابشون وارد اون رشته بشن، که حالا یه تریو دادن که بتونیم ما یعنی تاییدیه رو گرفتن فدراسیون جهانی، وارد رقابت ها شدیم و از اونجا شروع شد که من دیگه هر سال تونستم مدال رو به دست بیارم. 2010 رفتم گوانجو، ولی متاسفانه نتونستم مدال بازی های آسیا رو به دست بیارم. همون شکست باعث شد که من خیلی تلاش کنم، چون سنم کم بود و خیلی تحت فشار قرار گرفتم، خیلی اذیت شدم از لحاظ روانی، و اینکه فشارهای روانی رو من زیاد بود، خیلی بهم استرس دادن که چرا باختی تو، اینجوری اینجوری، این حرفه که همیشه تحت فشار هستن ورزشکارا و بهشون میزن. و اینکه خب من کم نیوردم و من راحت حرف میزنم، از کلمات قلم به سلم هم استفاده نمی کنم، که اینطوری فکر می کنم که مخاطب بیشتر جذب این گفتگو میشه. و این شروع این شد که من تونستم بعد از 4 سال بعدش تو رقابت های بازی آسیای 2014 توی اینچون مدال طلا رو دست بیارم، که توی خانمها اولین بار این اتفاق افتاد. بعد از 2010 2011 بود که قهرمانی آسیا هر سال برگزار می شد. من 2011 اولین بار توی بزرگسالان نقره گرفتم. از 2012 تا 2000 فکر می کنم 19، من نان استاپ پشت سر هم مدال طلای قهرمانی آسیا تو وزن سنگین، وزن خانم ها به دست آوردم و هیچ کسی نمیتونست این تلسمو بشکنه، تا اینکه من یک سال توی مسابقات شرکت نکردم و حریف دیرینم و حریف که همیشه با هم تل داشتیم، ژاپنی آیومی، توی سال 2017 تونست اون مدال طلا رو به دست بیاره، با وجودی که من نبودم، من تو رقابت های انفرادی شرکت نکردم سر اتفاقاتی که متاسفانه توی فدراسیون باعث شد که من توی رقابت ها شرکت نکنم. یه جورایی میخواستن دنبال این بودن که منو حذف کنن، و البته من نه اینکه حالا این تریبون آزاده میتونم حرف بزنم، من قبلا هم تو ایرانم که بودم راحت تونستم در مورد این مسائل صحبت کنم و از مشکلاتی که برای من اتفاق افتاده بود کاملا توضیح دادم که چرا این اتفاقات افتاد. به هر حال من کاپیتان تیم بودم و اینکه حق اینو داشتم که توضیح بدم در مورد مسائلی که داره برای خانم ها و بانوان اتفاق میفته، و همیشه سعی کردم که حامی بچه ها باشم و اینکه اگه مشکلی دارن بتونم در میون بذارم با مسئولین، که بتونن مشکل رو حل کنم، نه فقط برای خودم. بیشتر واقعا تا اون مدت که حالا برای ایران مسابقه میدادم، همیشه به فکر این بودم که برای بچه اتفاقی نیفته، و به عنوان یه حامی کنارشون بودم و تا جایی که میتونستم بهشون کمک میکردم که موفق باشم. و آن انقدر میگم حرف زیاده همه تو و توی اولین بار ما 2014 مسابقات جهانی شرکت کردیم، تا حالا شرکت نکردیم، تجربهش رو نداشتیم. من بعد همون بازی های آسیایی این چون که طلا رو گرفتم، یه ما بعدش مسابقات جهانی بود،
من تونستم اونجا برای اولین بار مدال فینالیست بشم. فینالیست بشم با تجربه که اصلا تو مسابقات جهانی نداشتیم، چون فشار روانی مسابقات جهانی خیلی زیاده، چون رقابت همون بیشتر قاره‌ای بود. قهرمانی آسیا رفته بودیم، شرکت کرده بودیم، تجربه مسابقات اروپایی رو نداشتیم با اروپایی هم مسابقه بدیم. و این اتفاق داشت، من مدال فینالیست شدم و مدال نقره رو به دست آوردم. و اینکه جز میتونم بگم که اولین نفر بودم همیشه، حالا لقبی بهم داده بودن که تاریخ ساز بود، حمید عباسی تاریخ ساز بود، و همیشه اولین مدال ها رو من به دست آوردم. درود بر تو شیرزن.